غلام رضا مینباشیان، متولد 1240 خورشیدی در تهران. او معروف به سالار معزز هست. او تحصیلات موسیقی خودش رو در شعبه موسیقی دارالفنون زیر نظر موسیولومر طی کرده و پس از فراغت از تحصیل در همونجا مشغول به تدریس هم شده. او همچنین به روسیه سفر کرده و در کنسرواتوار سن پترزبورگ زیر نظر مستقیم ریمسکی کورساکوف به تحصیل موسیقی پرداخته. بعد از مراجعه به ایران در بریگاد قزاق تحت نظارت فرماندهان روس مشغول به کار میشه و ریاست دسته موزیک اونجا رو بر عهده میگیره. در نهضت مشروطیت با توجه به اینکه مشروطه خواه بود از دسته قزاق بیرون میاد و به فرانسه میره. بعد از بازگشت با درجه سرتیپی به ریاست کل دسته های موزیک نظام ایران میرسه و در سال 1300 اداره موزیک ارتش رو ایجاد میکنه. شعبه موزیک دارالفنون که به نام مدرسه موزیک بوده زیر نظر مستقیم از سپاه تفکیک میشه و تا سال 1307 زیر نظر سالار معزز و فرزندش غلام حسین مینباشیان اداره میشه. او همچنین به موسیقی ایرانی علاقه داشت و از نخستین کسانی هستش که برای موسیقی ایرانی به خط نوت اروپایی نوت نویسی کرده. از کارهای مهم او ساخت سرود سلامتی دولت الهی ایران که به عنوان سرود ملی ایران در آغاز دوره مشروط است میتونیم نام ببریم و این سرود ظاهراً نخستین بار در 28 تیر 1388 خورشیدی منتشر شده. سالار معزز در سال 1114 از دنیا میره. پسرهای او یکی نصرالله هست و دیگری غلام حسین که هر دو موسیقی‌دان بودن و نصرالله مینباشیان به نصرالسلطان هم معروف است. از کارهای او و آثار او میتونیم به ترجمه 3 کتاب هماهنگی سازشناسی و ارکسترشناسی با ترجمه از فرانسه به فارسی با همکاری مزین و دوله نام ببریم که این کتاب چاپ نرسیده. او رو میتونیم از بنیانگذاران موسیقی نظامی و تئوری موسیقی غربی و همچنین کنسرواتوار یا هنرستان عالی در ایران بدونیم. او استاد و مدرس سولفژ و دیکته موسیقی و سازهای بادی بود. همچنین به پیانو تسلط داشت و گفته میشه که اولین بار پیانو رو در ایران او به کوک ایرانی تبدیل کرد. و از ردیف موسیقی ایرانی هم آگاه بود و کمی تار می نواخت. او شاگردان بسیار زیادی تربیت کرد، از جمله غلام رضا توفقی که معمولا نوت‌نویسی رو در مدرسه موسیقی همیشه به عهده داشت و یحییان پسر مشیرالدوله از رجال وزارت امور خارجه و از شاگردان سالار معزز هست که بعد از استاد موسیقی ایرانی رو با پیانو می نواخت. همچنین سالار معزز مارش ها و سرود های ایرانی ساخته، از جمله همین سرود برادران. و همچنین دستگاه ماهور رو نوت نویسی کرده که در لایپزیگ آلمان در چاپخانه رودر انتشار پیدا میکنه در حدود سال 1290 خورشیدی. همچنین فانتزی ماهور برای پیانو رو می نویسه که در روسیه انتشار پیدا میکنه و نسخه از اون در هنرستان موسیقی وجود داره. این قطعه به وزن 3/4 هست و با توجه به دست چپ پیانو هم نگارش پیدا کرده و در اون علم هماهنگی و هارمونی و قواعد اون رعایت شده. از آثار دیگه سالار معزز سرودهای مدرسه آمریکایی ها در ایران هست و همچنین تنظیم پیش درآمد اصفهان رکن‌الدین خان مختاری که در 8 صفحه به چاپ سنگی میرسه و در پشت اون ایشون توضیحی در مورد لاکورون داده و نوشته که چون لابمول در این مقام باید یک ثلث پرده باشن و در کوک فرنگی این وجود نداره، لازم هستش که لابمول به میزان 2 بالاتر از کوک معمول فرنگی کوک بشه. از آثاری که ازشون ضبط شده سرود مدرسه آمریکایی در صفحه کلمبیای 25 سانتیمتری به شماره 15051 هست. همچنین
سرودهای شام جهل و زینت نطق. او در آرامگاه قم به خاک سپرده شده.